تأسیسات نفتی غوریان داره دوچاه، تقریبا میشه گفتش که نفت هستش که در دوران پهلوی اول اونجا احداث شده. تقریبا 8 ساختمان اونجا بوده در گذشته که الان بقایای بخشی از اونها همچنان هست. خب به مرور زمان و در اثر در واقع میراث جوی و عدم رسیدگی به جهت اینکه فاصله خیلی دوری بوده و اینها، خب بخشش تخریب شده. اون تحت اختیار روس‌ها بوده در اون دوران و حضور داشتن توی منطقه و بحث استحصال نفت رو صورت میدادن. تا تقریبا اواخر دوران پهلوی دوم هم اونجا بودن، یعنی تقریبا تا سال 1350-51 و 52 و اونجا بودن. اما بعد از اون دیگه به جهت اینکه احساس کردن، من فکر بکنم که صرفه اقتصادی نداره بحث استخراج نفت اون منطقه، هم به جهت حمل و نقل و انتقالش، هم به لحاظ اینکه به کیفیت و مرغوبیت که نفت جنوب داره، خب نفت منطقه شمال نداره، اون رو رها میکنن و میرن. و در واقع دو تا چاه نفتی هم که وجود داره روشو کامل سیمان کردن با ضخامت خیلی زیاد و دسترسی بهش وجود نداره. خب تأسیسات زیادی اونجا بوده، هم از ماشین‌آلات، لوازم و ابزاری که بحث استحصال نفت اونجا صورت میگرفته، ولی خب به مرور اینها رو هم سرقت کردن و الان دیگه بخش زیادی از اون ابزار هم باقی نمونده. اما در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت هست و بحث توزیع فرآورده های نفتی رو اونجا مدیریت دارند، مثل تمام تأسیسات نفتی که در سراسر کشور هست. ولی اینکه برنامه ای آیا برای حفاظت از اونجا داشته باشن تا کنون چیزی به دست ما نرسیده. تأسیسات نفتی غوریان در سال 1398 در همایش ثبت میراث صنعتی که در ماهشهر برگزار شد در فهرست میراث صنعتی کشور هم قرار گرفته. اما بحث حفاظت و حمایت از این اثر تاریخی، بحث مرمتش، بحث صیانت ازش و بحث احیا در صورتی که قابلیت احیا رو ببینیم که داره و اساساً به لحاظ اقتصادی صرفه اقتصادی برای احیا وجود داشته باشه، رو باید عملاً شرکت ملی نفت و وزارت نفت پیگیری بکنن. در حوزه حفاظت البته مکاتباتی انجام شده که میبایستی شرکت ملی فرآورده نفتی هم تو این قضیه ورود پیدا بکنه و در حوزه اعتباری و حالا هزینه‌هایی که میتونه انجام بده یه مقداری پوشش بده.